پرزیدنت بایدن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دعوت کرده در یک کشور سوم با یکدیگر ملاقات داشته باشند دعوت به این دیدار همراه با این هشدار جدی آمریکاست که تحرکات نظامی روسیه و هر گونه تجاوز علیه اوکراین عواقب جدی در پی خواهد داشت جزئیات در برگردان گزارش سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا بزرگترین تجمع نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز مشترک با اوکراین از زمان الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمه در سال 2014 میلادی به خاک روسیه کشورهای غربی و آمریکا را نگران کرده است. ایالات متحده رسما از روسیه خواسته به این تحرکات تهدیدآمیز پایان دهد و تاکید کرده که همچنان به حمایت از اوکراین برای دفاع تمامیت ارضیش ادامه خواهد داد. جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین از سال 2014 با نیروهای دولتی درگیر هستند و بیش از 14 هزار نفر در جریان این درگیری ها جان خود را از دست دادند. در این میان روسیه میگوید در پاسخ به تهدیدات سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو است که نیروهای خود را برای تمرینات آموزشی به مرز مشترکش با اوکراین ارسال کرده. همچنین چند قانونگذار آمریکایی ابراز نگرانی کردند که روسیه ممکن است در حال آماده سازی ارتش خود برای حمله نظامی به اوکراین باشد. کارشناسان معتقدند پیشنهاد مذاکره مستقیم ایالات متحده با روسیه که توسط پرزیدنت بایدن مطرح شده نشانگر عزم راسخ آمریکا برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین است.